اما بحث بعدی بحث کرانداریه. ساده ترین قسمت دنبال است. همگرایی باید براش بلد باشی و بسیار بسیار سوالاش ساده است. دقت کنید. اول تعریف کنیم کراندار یعنی چی؟ دنباله آن را کراندار گوییم هرگاه آن بین آلفا و بتا باشه. یعنی آن بین دو تا عدد باشه. یعنی آن بی نهایت نشه. پس هر وقت دنباله شما بی نهایت نشد بهش میگیم کراندار. اما دو تا لفظ دیگه هم داریم. میتونیم بگیم دنباله پایین کرانداره. دنباله پایین کراندار یعنی چی؟ یعنی آن بزرگتر از آلفاس. یعنی دنباله من میتونه رو به مثبت بی نهایت بره اما رو به منفی بی نهایت نمیتونه بره. انگار چی پایین نگر داشته نمیتونه این بره پایین تر. از پایین کرانداره. یعنی مثبت بی نهایت میشه اما منفی بی نهایت نمیشه. یه دنباله هم داریم از بالا کراندار. این یعنی آن کوچیکتر از بتا. یعنی دنباله ما رو به بالا میتونه بره ولی گیر میکنه یه جایی اما پایین آزاده تا منفی بی نهایت میتونه بره. پس اینجوری بگیم به طور کلی دنباله اگر بی نهایت باشه حالا چه از بالا چه از پایین قطعا بی کرانه. حالا توی این بیکران ها خودشون دو مدلن، میتونن از بالا کراندار باشن میتونن از پایین کراندار باشن. بچه ها اگه یک دنباله مثبت بی نهایت بشه اما منفی بی نهایت نشه یعنی از پایین نتونسته بره به سمت بی نهایت، پس از کجا کرانداره؟ پایین. اگه دنباله منفی بی نهایت بشه اما مثبت بی نهایت نشه یعنی نتونسته رو به بالا حرکت کنه پس از بالا کرانداره. به عبارت دیگه اگه دنباله مثبت بی‌نهایت شد فقط از پایین کران داره، اگه منفی بی‌نهایت شد فقط از بالا کران داره. برعکسش هم میتونیم بگیم، میتونم اینجوری بگم آقا یه دنباله مثبت بی‌نهایت نمیشه، خب از بالا کران داره دیگه، مثبت بی‌نهایت نشد نگرش داشته از بالا یه چیزی. آقا یه دنباله منفی بی‌نهایت نمیشه، خب از پایین نگرش داشته پس از پایین کران داره. من هی میپرسم مکس میکنم تو جواب بده بعد من جوابو میگم ببینیم حالا درست میگی یا غلط میگی. یه دنباله مثبت بی نهایت میشه از پایین کران داره، یه دنباله منفی بی نهایت میشه از بالا کران داره، یه دنباله مثبت بی نهایت نمیشه پس از بالا کران داره نمیتونه بره، یه دنباله منفی بی نهایت نمیشه پس از پایین کران داره. این بحثشه. به عبارت دیگه من همیشه یه جمله رو میگم سر کلاسام، میگم دنباله از هر طرفی که بی نهایت نشه از اون بر کران داره. اگه مثبت بی نهایت نشه از بالا کران داره، اگه منفی بی نهایت نشه از پایین کران داره. خب حالا میخوایم ببینیم چجوری ما بخوایم کرانداری رو بررسی کنیم. میگم هر دنباله همگرا کران داره است، پس اگر من دنبالم همگرا باشه حتما کران داره. پس برای بررسی کرانداری در مرحله اول حد دنباله رو در بی‌نهایت بررسی میکنیم. پس چی شد؟ من میگم هر دنباله همگرا حتما کراندار. همگرایی چجوری بررسی میشد؟ حد تو بی‌نهایت. پس من میام حدش رو تو بی‌نهایت میگیرم، اگر همگرا بود کران داره. آقا اگه واگرا بود چی؟ نگاه کن، میگم واگرا بودن دلیل بر بیکران بودن نیست، بلکه بی نهایت شدن دلیل بر بیکران شدن است. یعنی تو اگر حدشو گرفتی تو بی نهایت شد همگرا که کران دار، هیچ. اگر حدشو گرفتی تو بی نهایت شد واگرا، نمیتونی بر اساس واگرا بودن بگی این کران داره یا بیکران. واگرا بودن اصلا دلیلی بر بیکران بودن نیست. اگر بی نهایت شد میگیم بیکرانه. خب لطفا موقعی که من دارم این تیکه رو درس میدم هی سوال از خودم میپرسم و جواب میدم، تو هم هی تو ذهنت جواب بده تا ملکه ذهنت بشه. نگاه کنیم، گفته دنباله یک روی اندو چگونه است؟ قرار بین کرانداری بررسی کنیم. برای کرانداری اول باید چی بررسی کنیم؟ همگرایی. همگرایی یعنی حد تو بی‌نهایت. وقتی تو بی‌نهایت حد بگیرم میشه عدد رو بی‌نهایت، چند میشه؟ صفر. همگراست یا واگرا؟ همگرا. کراندار یا بیکران؟ کراندار، چون هر دنباله همگرا حتما کراندار. بعدی رو ببینیم،
گفته دنباله منفی یک بتوان ان به اضافه یک چگونه است. برای بررسی کرانداری اول باید چی رو بررسی کنیم؟ همگرایی، یعنی حدش رو بگیریم تو بی‌نهایت. وقتی حد بگیریم تو بی‌نهایت، این یا یک میشه یا منفی یک. همگراست یا واگرا؟ واگراست. حالا آیا واگرا بودن دلیل بر بیکران بودن؟ نه. شما اگر توی حدتون جواب بی نهایت شد میشه بیکران. این الان یا یکی یا منفی یک، بی نهایت نمیشه پس کران داره. یعنی واگرا بودن دلیل بر بیکران بودن نیست. بعدی گفته دنباله یک دوم به توان دو ان چگونه است. آقا قرار به این کرانداری بررسی کنیم. کرانداری یعنی حد تو بی نهایت. وقتی حدش رو تو بی نهایت میگیرم، الان این یه دوم از این عدد کوچولو هاست، اینا هر چی به توان میرسن کمتر میشن، پس حدش میشه چند؟ صفر. همگرا یا واگرا؟ همگرا. هر وقت همگرا بود قطعا 100% بدون شک میشه کراندار و مشکلی ایجاد نمیشه. بعدی گفته سینوس ام پی. یه چیز بهت بگم، من تا اینو میبینم میگم کراندار، اصلا میتونم حد نگیرم. چرا آقای تاهری؟ بابا سینوس مگه من بین منفی یک تا یک نیست؟ خب بی نهایت نمیشه که، پس حتما کرانداره. حالا حدش هم بیا ببینیم، حدش رو بگیریم، سینوس بی نهایت بین منفی یک تا یکه، خب پس این واگراست اما کرانداره. بعدی کوسینوس ام پی دوم، اینم تا میبینم میگم کراندار. چرا آقا؟ چون کوسینوس هم بین منفی یک تا یکه، پس این هم حتما کرانداره. حالا حدش هم ببینیم با هم دیگه، میشه بین منفی یک تا یک واگراست اما کرانداره. چرا؟ چون واگرا بودن دلیل بر بیکران بودن نیست. خب حالا چند تا سوال باز پشت سر هم حل بکنیم. گفته کرانداری دنبالایزی را بررسی کنید. اولی لوگاریتم n به اضافه 1 رو n2 به اضافه 5. آقا ما می‌خواستیم کرانداری بررسی کنیم، قدم اول این بود که حدش رو تو بی‌نهایت بررسی کنیم. چرا؟ چون می‌خوام همگراییشو ببینیم. من وقتی از این حد بگیرم تو بی‌نهایت، تو من می‌گم زور صورت بیشتر یا مخرج؟ مخرج. پس میشه لوگ صفر مثبت. آقا وقتی جلوی لوگ میشد صفر مثبت، شکلشو کشیدم لوگاریتم میره پایین پایین، میشه منفی بی‌نهایت. این الان همگراست یا واگراست؟ واگراست. کرانداره یا بیکرانه؟ بیکرانه. آیا بیکران بودنه به خاطر این واگرا بودن است؟ نه. چرا؟ چون واگرا بودن دلیل بر بیکران بودن نیست. پس چی مهمه؟ بی نهایت شدنه باعث شده که این بیکران بشه. بعدی ها ببینید، تو صورت n به اضافه یک فاکتوریال زورش بیشتره، تو مخرج n به اضافه دو فاکتوریال زور مخرج بیشتره، جواب میشه صفر. همگراست یا واگرا؟ همگرا. آقا وقتی همگرا شد حتما کران داره. دوباره این سومی رو نگاه بکن. گفته براکت 2n به اضافه 1 رو n به اضافه 2. خب حدش به ظاهر میشه 2، اما بچه ها گفتیم اگر بخواد 2 باشه باید صورت 2 برابر مخرج باشه. 2 برابر مخرج رو حساب کن میشه 2n به اضافه 4. اما الان چی داریم؟ 2n به اضافه 1. خب از 2 برابر کمتره، پس میشه 2 کمتر میشه 1. همگراست یا واگرا؟ همگرا. کراندار یا بیکران؟ کراندار. چهارمی گفته منفی 1 به توان n در n2. آقا قرار کرانداری حساب کنم، پس اول حد میگیرم تو بی‌نهایت. دیگه حتما تو دختر خوب، تو آقا پسر میدونی منفی 1 به توان n یا 1 میشه یا منفی 1 میشه. خب یک یا منفی یک اگر تو بی‌نهایت ضرب بشه میشه مثبت و منفی بی‌نهایت. آقا همگراست یا واگرا؟ واگرا. کراندار یا بیکران؟ بیکران. آیا بیکران بودن به خاطر واگرا شدن است؟ نه. چرا؟ چون واگرا بودن دلیل بر بیکران بودن نیست. پس چی باعث بیکران شدنه؟ بی‌نهایت شدنه. پنج نگاه. قرار به این کرانداری بررسی کنیم. اول باید چی بررسی کنیم؟ همگرایی. همگرایی یعنی چی؟ حد تو بی نهایت. آقا حدش رو تو بی نهایت میگیرم، نامساوی رشد. گفتیم لوگ از همه تنبلتره، لوگ زورش از n کمتره، چون زور مخرج بیشتره حدش میشه صفر. همگرا شد یا واگرا؟ همگرا. کراندار میشه یا بیکران؟ کراندار. این یکی رو نگاه، قرار کرانداری بررسی کنیم، یعنی باید حد بگیریم ازش تو بی نهایت. تو به من بگو زور n فاکتوریال بیشتره یا n به توان n؟ دمت گرم، n به توان n، پس جواب میشه صفر. پس همگراست،
پس حتما کران داره. بعدی ها رو ببینی، مثلا تو هفت طراح خواسته تو رو اذیت کنه، اومده تو صورت گذاشته دو از ان. خب بابا تو که فیلمای آنالیز ما رو دیدی، ما همیشه جای دو از ان چی می‌نوشیم؟ ان در ان من یک دوم. حالا قرار به اینه که ما اینجا کرانداری بررسی کنیم، اول از همه باید چی رو حساب بکنیم؟ همگرایی، یعنی حد توی کجا؟ بی نهایت. تو بی نهایت کم توان بمونه یا پرتوان؟ خب پرتوان، پرتوان مخرج N2ه، بالا N2 دومه، ساده کن میشه یه دوم. این همگراست دیگه، چون همگراست کرانداره دیگه. پس ببین چقدر ساده است. مثلا نگاه کن 8، دوباره گفته اینو بررسی بکنین کرانداره یا نه. دانش آموز من میگه آقای طاهری توی فیلماش گفته بود که اول همگرایی، همگرایی یعنی حد تو بینت. میاد حد تو بینت میگه، میگه اه طاهری سرعت رشد هم گفته بود، تو سرعت رشد ان فاکتوری زورش از 3 به تان ان بیشتره. آها پس زور سرعت بیشتره، پس جواب بی نهایت میشه. حالا این همگراست یا واگرا؟ واگرا. این حالا کرانداره یا بیکران؟ بیکران. برای چندمین بار، آیا بیکران بودن به خاطر واگرا بودن است؟ نه. پس به خاطر چیه؟ به خاطر بی‌نهایت شدن است. چرا؟ چون واگرا بودن دلیل بر بیکران بودن نیست. نهمی، دوباره قرار بین کرانداری بررسی کنیم. برای کرانداری اول از همه همگرایی. همگرایی یعنی چی؟ حد تو بینهت. میخوام ازش حد بگیرم تو بینهت. اولین چیزی که اینجا توجه تو رو جلب میکنه چیه؟ کوسینوس ام پی. جاش باید بنویسیم منفی یک به توان ان. خب زور صورت بیشتر یا مخرج؟ صورت. جواب میشه مثبت و منفی بینهت. دیگه حتما میدونی این مثبت منفی از کجا آمد؟ از کوسینوس ام پی. چرا؟ چون کوسینوس ام پی منفی یک به توان n، منفی یک به توان n میتونه یک باشه، میتونه منفی یک باشه. حالا که زور سرعت بیشتره میشه مثبت منفی بیاد. همگرا یا واگرا؟ واگرا. کران داری یا بیکران؟ بیکران. آقا بیکران بودن به خاطر بی‌نهایت شدن است، به خاطر واگرایه نیست. چرا؟ چون واگرا بودن دلیل بر بیکران بودن نیست. اینجا رو ببین. سوال گفته کدام دنباله فقط از بالا کران است؟ وقتی میگه فقط از بالا کران است، یعنی مثبت بی‌نهایت نمیشه، اما منفی بی‌نهایت میشه، چون قرار فقط از بالا کران باشه. دونه به دونه شروع کنیم حد گرفتن. گزینه اول N2 به اضافه یک رو N به اضافه یک. اگه من حد اینو بگیرم میشه مثبت بی‌نهایت. خب این قطعا واگراست، قطعا بیکرانه، اما مثبت بی‌نهایت شده ولی منفی بی‌نهایت نشده. پس این از پایین کران داره، اما من چی می‌خواستم؟ از بالا کران داره. پس حتما گزینه یک جواب من نیست. بریم سراغ گزینه دوم. گفته لوگ یک انوم، اگه حد بگیریم ازش تو بی نهایت میشه لوگ صفر مثبت، که میشه همون منفی بی‌نهایت. هزار بار دیگه دیدیمش همین الان. آقا این مثبت بینات نشد، منفی بینات شد، پس فقط از بالا کران داره، یعنی جواب همین گزینه دو میشه. سومین لوگ n، 3 و 4 هم بررسی میکنیم. لوگ n حدشو بگی میشه مثبت بینات. خب این مثبت بینات شد، منفی بینات نشد. اولا واگراست، دوما بی کرانه. حالا وقتی مثبت بینات میشه و منفی بینات نمیشه، اینم پایین کران داره، به درد من نمیخوره. اما گزینه چهار رو ببین، حدش رو بینهت بگی میشه یک. ایول همگراست، وقتی همگراست حتما کران داره. پس اینم به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون ما گفتیم که فقط از بالا کران دار بشه، یعنی باید منفی بینهت بشه. خب این که منفی بینهت نمیشه، پس اینم جواب ما نیست. اما این تست فوق العاده تست خوبیه. گفته اگر دنباله دو ام به اضافه یک رو ام به اضافه یک به توان ان واگرا و کران دار باشد، حدود ام چیست؟ بچه ها تو فیلم همگرایی واگرایی ما یک دنباله‌ای به شما گفتیم به اسم سی به توان ان، که گفتم بفهمیدش چرا این اتفاقا میفته. اینجا دوباره ببین از همون سوال داده، گفته هم واگرا باشه هم کراندار. ببینیمش یه بار دیگه. این اون سی به توان ان است که اگه قدر مطلقاً بزرگتر از یک باشه بی‌نهایت میشه، قدر مطلقاً کوچکتر از یک باشه صفر بشه، اگه یک باشه یک، اگه منفی یک باشه یا یک یا منفی. طراح گفته واگرا باشه و کراندار. تو کدوم حالت ها واگراست؟ قدر مطلقاً بزرگتر از یک باشه یا منفی یک باشه. تو این دوتا حالت میشه واگرا. حالا تو اون حالت قدر مطلقاً بزرگتر از یک شده بی نهایت، آیا کرانداره؟ نه.
پس تنها حالت که هم واگراست هم کران داره حالتیه که سی چند باشه منفی یک. ببین چقدر شیک میشه از این سوال داد. الان مثلا اگر گفته بودش که واگرا و بیکران، فقط میشد قدر مطلقاً بزرگتر از یک. پس توجه بکنید که الان تنها حالتی که واگراست و کراندار، واگرا اون اولیه و آخریه است، ولی اولیه که چون بی‌نهایت میشه کراندار نیست، پس فقط این پایینیه به درد ما میخوره. یعنی باید سی ما، یعنی دو ام اضافه یک رو ام اضافه یک بشه منفی یک. طرف وسط ام میکنیم، این منفی ام رو بیار اینور، اون یک رو ببر اونور، سه ام میشه منفی دو، ام میشه منفی دو سوم. سوال بعدی رو دوباره ببینی. گفته کدام دنباله زیر از بالا کراندار است ولی از پایین کراندار نیست؟ آقا وقتی از بالا کرانداره یعنی مثبت بی نهایت نمیشه، وقتی از پایین بی کرانه یعنی منفی بی نهایت میشه. پس ما باید دنبال گزینه‌ای بگردیم که مثبت بی نهایت نشه، منفی بی نهایت بشه. گزینه دو چهار رو که تو همون نگاه اول میتونی بذاری کنار، اولی میمونه و سومی. خب بریم بررسی کردن. گزینه اولو ببین، حدشو باید تو بی‌نهایت بگیریم. خب وقتی حد تو بی‌نهایت میگیریم، عدد رو بی‌نهایت میشه صفر مثبت، دوباره لوگ صفر مثبت میشه منفی بی‌نهایت. خب منفی بی‌نهایت شد، مثبت بی‌نهایت نشد، پس از بالا کران داره از پایین بیکران، یعنی جواب به راحتی میشه گزینه یک. گزینه دو، سینوس پی انوم، میتونیم مثلا حد هم نگیریم، سینوس بین منفی یک تا یک، ولی حالا حدش هم ببین که کران داره، عدد رو بی‌نهایت سینوس صفر میشه صفر. سومی، کوتانجانت پی انو، حدشو بگیریم میشه کوتانجانت صفر بیشتر، میشه مثبت بینهایت. مثبت بینهایت واگراست، چون مثبت بینهایت شده پس از بالا بیکرانه، ولی ما میخوایم از بالا کراندار باشه، پس این به درد ما نمیخوره. چهارمی هم که کوسینوسه و قطعا کران داره. اما بیایم یه جمع‌بندی راجع به کرانداری ببینیم، یه خلاصه یه کرانداری. دنباله اگه همگرا باشه یا واگرا باشه داستانش فرق میکنه. اگه همگرا باشه حتما کران داره، اگه واگرا باشه میتونه نوسانی باشه، مثل منفی یک به توان این که کران داره، میتونه نامشخص باشه مثل سینوس به توان این که کران داره، میتونه بی نهایت باشه که بی کرانه. خود بی‌نهایت ها سه حالت دارن. اگه فقط مثبت بی‌نهایت شد از پایین کران داره، اگه فقط منفی بی‌نهایت شد از بالا کران داره، اگه مثبت بی‌نهایت شد کلن بی‌کرانه. این یه خلاصه جامعی از بحث کرانداری دنباله هاست. و در نهایت میگه انجام چهار عمل اصلی به روی دنباله‌های کراندار، دنباله‌ای کراندار ایجاد می‌کنند، به شرطی که مخرج صفر نشه. اگه تقسیمش کردی نشه عدد رو صفر، در غیر این صورت جمعش کن، ضربش کن، تقسیمش کن، کمش کن، قطعاً دو تا دنباله‌ای کراندار دنباله‌ای کراندار ایجاد می‌کنند.